سلام همه این خوش اومدید این قسمت خاطر بازی فشن اپ ریاکشن برو بریم سلام روحان هستم سلام عزیزای دل سهراب هستم خوش اومدید به این قسمت هم هر جا که هستید حالتون خوب باشه یک و نیم نصف شبه یعنی ای ام میشه ولی چون هوا تاریکه ما بهش میگیم شب چه خبر؟ خفیست ما هم به خاطر بسید خیلی درخواست شد خیلی درخواست شد بچه خیلی گفت خیلی خاطر بازی درخواست بچه ما چون روحی تهاجمی دارن آره چرا؟ دیسترکت خاطر بازی و دیسترکت درخواست آره دمتون گرم خوشم میاد دیسترن از این خوی جنگجوی تو خوی پرخاشگر و جنگجوتون خب آقا چی داریم اینجا؟ ترک زیر پام از امیر خلوت عزیز که این ترک فیت با نوشته امیر خلوت سامان ناطق و معراج خب زنده باد که دیس بچه های زدبازیه مثل این که یعنی گوش دادم دیگه من و اینکه چهار نفرن و دیس بچه های زدبازیه و نکته ای که داره بیتش شبیه بیت دروغ تعطیل زدبازیه که دیس پیش رو بود بعد اون اومده اگر هم اشتباه نکنم یه باز زمانی امیر خلوت و رضا پیشرو اوکی بودن با هم آره حتی تو یکی از مصاحبه ها که با یه خانومی هم بود امیر خلوت میخوند حتی حضور داشت و بعض وقتا اگه اشتباه نکنم درست یادم باشه بیت باکس میزد یه بارم خوب نه نیما نیموش بیت باکس نیما نیموش امیر خلوت نیما نیموش و و امید بیت باکس می‌زدن امید زده آره امیر خلوت خون رضا پیشرو هم که اونجا داوینچی سیکرت رو خون فکر کنم آره که ترکونده بود اون دو ورسی که اونجا اجرا کرده بود و بعدا ترکش هم داد آها نمیدونم یا همیست بود درست و این اون ترکی که آره. میگفت آقا میگفت چی بود میگفت من نمیم اومدم تا کروموزومات هم از زمان آلودشه کاملا آلودشه کاملا آره خوب بود خیلی خوب بود آراجی و اینکه اینو بریم داشته باشیم بریم داشته باشیم 4:56 بچه طولانی رو روحیه تهاجمیتون رو آن کنید قبل از شروع یه دو سه تا کامنت هیجان انگیز شور انگیز انرژی ده به ما بدهید که متفاوت باشه هر کدوم لایک و سابسکرایب هم فراموش نشه دیر وقت ما فردا صبح عازم یک سفر کاری هستیم که البته این چیزی که داریم میبینید پس یعنی پس فرداشه آره. این چیزی که داریم میبینید یعنی ما عازم سفر شدیم تو سفریم تو سفریم الان و اینکه بچه همه به خاطر دوست داشتن شماست عزیزای دل برو و اینکه بچه قبل از هر چیزی بگم که اسپانسر برنامه‌مون اکانت شاپ عزیز بچه فرهنگ گوش دادن آرتیست ها از اسپاتیفای باید جا بیفته و اگه میتونین حتما میتونین از اکانت شاپ خرید کنید که لینک تخفیف هم داره یعنی کد تخفیف هم داره که دوی دیسکریپشن هست که شما راحت تر بتونید به آرتیست مورد علاقتون کمک کنید قیمتاش خیلی مناسبه پشتیبانی 24 ساعته داره پشتیبانی 24 ساعته داره برای بچه هم که از طرف ما میرن 20% تخفیف گذاشته لینکش توی دیسکریپشن بله یعنی شما دیگه از هر چی یعنی یوتیوب، اسپاتیفای، نتفلیکس یعنی هر چیزی که بخوای اپل میوزیک بله. هر اکانتی، هر چیزی که در حوزه تخصصی اینا باشه میتونید ازش مشاوره بگیرید سریع جایتون جواب میدن و عشق کنید داره همین خب بریم که داشته باشیم و اینکه بریم دروغ تعطیل رو براتون بزنم آره به کپی رایت نخوری آره داشی یاد
آدرس و اشتباه اومدی تو سیر شدی ولی ما با اشتباه اومدی پا بکش بیرون آجی که پول تو املت پیکانم قدیمیه ولی زون رو کن. اولین تیکه ای که به رستوران های اموزورا پیکان انداختن فکر کنم آره پول تو املت خیلی این از اونجا شروع کردم. ما چه سالیه این اصلا؟ نمیدونم. برو بریم بریم یه دونه بسن. داشی آدرس و اشتباه اومدی تو سیر شدی ولی ما با اشتباه اومدی پا بکش بیرون آجی که پول تو املت پیکانم قدیمیه ولی زوم رو کربته طبقان داری که رزمی کاری عجب بیزنس خفنی چه مغزی داری یا خرش استادی عموی یا سلطان دودی اصلا میگیری چی میگی خودت خون پارسیتی یه ما چرا رف از اول؟ دستت خود به ان یا بی ولی ما با اشترش استادی عموی یا سلطان دودی اصلا میگیری چی میگی خودت خون پارسیتی یا آخرش استادی عموی یا سلطان دودی ام جی میگن که یعنی خودش میگفتش که مستر آف جوینت فکر کنم توی مایا که میشه سلطان دود یا مستر استاد هم میشه مستر. که خلاصه میگه آخر استادی عموی یا سلطان دودی و با سه تا لقبش بازی کرد. اوکی یه مش اسکل حول کسون یکی دنبال نوتلا و ورق توست اینجا ملت و بیپولی یک گشتگی میمیرن و امثال تو با سر کسچری میشینن و قصه میبافن به شکم رب تعلاش خوری شارو میشه پسر بد خوب اگه بزنه سر یکی به رزومه یک کاری میبینه دور حقیقت این دکور تجاری بسه دست به قلم نشو این که سر بزنن نشد چی بینه بیسی پاره کن و خب بزنم اشو بعدش حساب نکنی اصلا رو برده پس کن نشتگ مرکز رکن این بازی جدید و قدیمی فرق چقدر مرکز رکورد مرکز خیلی واقعا بولد بود الان نمیدونم فکر کنم مرکز همه تهران همه رپرها تو مرکز رکورد خیلی کار بسته شد اون زمان کامی بسته آره. حالا حالا نه ولی اکثریت آره. تو مرکز حتی فکر کنم ساسی مانکن هم تو مرکز رکورد حتی فکر کنم سورنو هم یه جایی آره آره اونجا بسته بود که این سری مرکز رکورد یا حالا کم لطفی کرد نمیدونم برای چی ولی خب پخش شد کارو یعنی سورنو ولی خب درست نیست حالا کار نه که بریم نشو این که سر بزنن نشده چی بینه بیسی پاره کن و خط بزنم اشو برش حساب نکنی اصلا رو برده پس کن نشتگ مرکز رکن این بازی جدید و قدیمی فرق نمی کنه وقتی یکی مثل منم او رو هم نمی کنه اینجا هرچی کسیگی کسی شک نمی کنه ببین یه چیز فکته میگه تو این بازی جدید و قدیمی فرق نمی کنه وقتی یکی مثل من امو رو هم نمی کنه بیف بتل حالا میگن احترام اوجی ها رو باید نگه داشت احترام قدیمی ها رو باید نگه داشت ولی بتل نمیتونیم بگیم فلانی چون جدیده اون نسله یکیه مثال برده بتل یه نوع زورازماییه یا یه نفر میتونه مثلا تو مسابقه مچ‌اندازی با یک بازوی لاغر مثلا ظاهر میبینن بیاد مثلا یه نفری که خیلی بازو داره بزنه زمین خب این قدیمی بودن و جدید بودن تو بیف زیاد تأثیر نداره و اوکی با خیلی لاین باحالی بود خدای من یادم خیلی از اون دقیقه میگم واسه پیشرفت و دست تخته میکنه تو هم گاز بده اگه بلدی مشتی یکم زور بزن گل میدم عبدی ترشی یاد خودت واسه جواب فکر ریتم باشی یالا برو بریز فنا تو تو پیجم لاشی چقدر جالب خدای حال میدن این اطلاعی قدیمی چیه چیز گفت میکنه وقتی یکی مثل منم او رو هم نمیکنه اینجا هرچی کسیگی کسی شک نمیکنه واسه پیشرفت و دست تخته میکنه تو هم گاز بده اگه بلدی مشتی یکم زور بزن گل میدم عبدی ابدی یکی از ترکای چیزام بود ابدی ترشی آره که این میگه ابدی ترشی آره ترک ابدی ترک سوربن جی بود اشیات خودت واسه جواب فکر ریتم باشی یالا برو بریز فنا تو پیجم لاشی شاید خودت واسه جواب فکر ریتم باشی چقدر جاله خدای حال میدن این اطلاعی قدیمی هنو خوراک خریدنن ابدی این لویه بود دنیا به گامی رفت مرکز نگاه کنی اینا کجای آسیه یکی نوشت واسه بازخورد یکی عاشق مهرای لای پاسپورت یکی نوشت واسه بازخورد یکی عاشق مهرای لای پاسپورت اوکی میگیره یکی میگه چی میگه باز یکی تیتیشه میگه طالبه باشه لاش خور با تمه دون اومد از اون بره آب تو جامعه ای که نامیزونه همه جاش با بک میزون و کلو کپ لبه دار وای به حال مخاطب رپ فارس خوب نه اینجا شاد باشه یه کوچه تاریک و بیاد پایین یادش میره موزه لوور پاریس و کار نداریم بره هرکی به عشقش ولی رفی نیست قضیه
رو کشتش ندیم این روزا کاری نداره هر کی رپ کنه چی اس کردی از درد هم نوعه پشت هر رول سنگینی لفظ بره همه چی مردمن چی داری از خودت رویا پردازی جذابه بیشه کم و بیزنس بسته یکم واقعی تر فلانی سبکه فلانی اسمه تو خوبی یاره خوب همه دروغ و ساده میگن همه خودتو قاضی کن کلاتو که بهت نگم بده بولت اذیت نشه با اینکه اینجا کسی شک نمی کن گول خوابه علفه گول خوابه نی چیز کنم که گولت اذیت نشه فلانی سبکه فلانی اسمه تو خوبی یاره خوب همه دروغ و ساده میگن همه خودتو قاضی کن کلاتو که بهت نگم دیس زد بازی نیست دیس ام جی فقط اسم میگم چرا آره دیس ام جی میشه یادم نبود موقع زیاد رپ هنوز سمت بیزنس و اینا نرفته بود آره خب الان یه نفر به زور میاد یه نفر دیگه رو دیس میکنه یعنی چون خودش هم خیلی کار بیزنسی آره. که اسپانسر باید داشته باشی و به صرفه برات تو اصلا میشه و نمیشه اون موقع نه اینجوری نبود چهار نفر روی بیت دارن یکی رو دیس میکنن لشکرکشیه راست آره. بدون آره. هیچ چشم داشتی به هیچی آره دقیقاً بچه خیلی از بیفای پشت پرده رپ فارسی مثلا ما خبر داریم مثال بعد اون آرتیستی که میخواد دیس بشه حتی خبر نداره و سر رقم به توافق نمیرسن و اون آرتیست دیس نمیشه و شاید حتی رفیق باشن مثال ولی آره مثلا ایکس میخواد ایگرگ رو دیس آره. بعد اسپانسر به اسپانسر میگه مثلا من 200 میلیون میخوام یا 100 میلیون مثلا مثال آره مثال آره مثلا میگه 100 میلیون میخوام بعد اسپانسر میگه من 60 بیشتر نمیتونم بدم کلا داستان کنسل میشه یعنی دیس میره کنار دیگه ایگرگ دیس نمیشه مثلا بله بریم براش هاجی برو بریم تفن داره میشه بعد بولت اذیت نشه با اینکه اینجا کسی شک نمی کنه تش فرد نمی کنه این بازی یه روزی خودتو خسته می کنه این دونم پیر شدی داشت ولی عشقشو داری که کوی بودی که من همیشه فکر میگرم اینجا شروع نه نیست نیست؟ نیست آقا این نکته رو میخواستم بگم این هر خلوت نیست و خیلی صداش شبیه همین خلوته شروع میشد فکر میگم همین خلوته وسطاش متوجه میشدم جالبیش اینجا همین خلوت هم یهویی میاد خورس نمیخوره مثلا یو بعد بولت اذیت نشه با اینکه اینجا کسی شک نمیکنه تش فرد نمیکنه این بازی یه روزی خودتو خسته میکنه میدونم پیر شدی داشت ولی عشقشو داری چه کوی بودی که ما بخوایم شکل تو باشی پول حلال و خونه خلاف و خرج خماری داشتم صفر میخوردم فن جدایی بلدی با همه خوابیدی تو مرد چی باشی همش لب و دهن تو تیم چه نقشی داری به جز غریزه جنسی چه حرفی داری زندگیمون اصله ای پاپ و شب بیداری رفیقاشم که یه هزاری پاش نمیذارن تو کارهای خوبشونم راش نمیدادن باسه بالا رفتن چی؟ نه همونه اونجا یه خود صداش عوض شد آره صداش عوض شد اوکی 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 توی کارهای خوبشونم راش نمیدادن تیکه به تابستون کوتاه داره یکی از هیت ترین ترک های یکی از چیه؟ اصلا هیت ترین ترک زدبازیه فکر کنم که خیلی از سوربمجه میپرسیدن که چرا نیستی تو اون ترک؟ گفتم حال نمیکردم باشم تو اون ترک الان این انتقاد داری زیادم تأثیری نداشت تو کریرش هیچ تأثیری نداشت آره یعنی با این که تو هیت ترین ترک زد بازی نبود از بقیه بیشتر اومد بالا آفرین از بقیه بولتره واقعا حتی مرادیدن هم خیلی بولده واقعا مرادیدن و ام جی خیلی بولدن تو زد بازی اگه خواستی یه راه هست بشین تا زیر پا طرف نابی بکارم علی جک هدف ما رو درک نمی کنی فقط گوشای اجتماع رو خسته می کنی تو از اونان که چکی هست که بچه می خوری جار می زنی گولاخ و زدی بسته می کنی به مولا که نمی دونم چیه کار و سبکش یه جا هفت دیر کش با کمش و مزه یه روز هیست داره باسه حمایت غزه تش بیت بده با یه سری تیکه هرزه خوبه تیمش اینا رو بشنبه بشناس اون که میگه ناب کار کشوره افتخارش اعتیاده انتظارش التیامه باستابه باورای ماها بوده یک دفعه چون کارای دولی داری دنیا تو کارنامه کلکه بکره سورم تو شانامه میبری رب و خیابون این حرفا رو بگیم برو کمک خانوم خونه ظرفا رو بشیم ما تو خیابونی قراری یه لونه پلیس سرخیم با سیلی ولی نه مثل گونه یه گلیت فانه به شهاتون فقط میشه روح رب سیاه من باید بگیرم نفس از قلم این جوجه رنگی ها جامپو ستون جامپه امی خلوت
جان من داشته باش ببین دستفا رو بشی ما تو خیابونی قراری یلونه ی پولیس سرخیم با سیلی ولی نه مثل گونه ی گلیت فانه به شهاتون فقط میشه روح رب سیاه من باید بگیرم نفس از قلم این جوجه رنگی ها به جان که یه نهالی واسه فردا بکاری بی تو پر نکنی تو با این حرفای خالی به جان که مرهمی روی زخما بذاری ترکات همه بازاری همه حرفات جاری خوش گنده علکی بدنش همه شد نخونه از آرزوهاش نزنه فقط حرف مثل تو که یه رو دور زمینای ورزش میدویی یه رو سلطان دودی لرزش میکنی من شعبه هم قدیم نیستم بیستی تو چه قده نه بابا کیستم نیستی تو چشمات دلاره و پولکی پره من دلم پیش کوچه که اسیره تو رکی شده آه ابدی اونیه که پشت میله اسیره میکنه خدا خدا صبح نشه نمیره نه شما مموشای بچه پاریس دیگه موقعشه که بریزی نین برگ پایس زیر پا با ازت تو خوب تو خیلی پول داری تو خیلی خفنی با همه خوبا و بچه معروفا و همه بچه خوبا دوستی اصلا ایران نبود تو بودی رپ نبود تو بودی ولی باید بری با جای جایی بخون آره می آقا اوکی تو ایران نبود تو بودی تو خفنی فلانی ولی تشبه بری با جی جی بخونی ببین جی جی چرا چه داستانی بود چرا همه هم مشکل داره تا حدودی که من مثلا آره دیدم حال نمیگم همه هر کسی طرفدار خودش داره ولی خب میگم نه خیلی آرتیستا طرفدار آره. که ما نمیتونیم بگیم نه تو آرتیستا و اینا اکثریت باشه آره نه چرا برو سن ایران نبود تو بودی رپ نبود تو بودی ولی باید بری با جی جی بخونی این تیک تاک هم بود بابه کنی تیک تاک تیم تا تیمه گفت ناتق باش من بچه ندم و اینکه پرودیوس نوشت های مرکز رکورد اصلا من راتن شده آره ولی پرودیوس ولی دوباره نفر ناتق نشینم یه بار دیگه میشه بله کنم آره تیم تا تیمه آره شبیه لانتا میگه ولی ناتق میگه نه اون اسما رو داره میگه تو کاور که فیتا هستش و پرودیوس بای مرکز رکورد اوکی 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 بچه ها نظرتون در باره ترک بگین خیلی خاطره بگم خاطره بگم من یادمه این خاطره جدید میگم بگو من برای اولین بار تازه معراج رو تو ریاکشن قبلی فهمیدم ریاکشن قبلی ویدیو قبلی نه ریاکشنی که سر فدایی معراج و مچول هم بودیست کردم دیدمش بشن آخرمش معراج کدوم بود؟ معراج همونی که تو پارک میخوند؟ نه 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 میزنن تومپک رپ میخونه آفه همونی که تومپک رپ میخونه همونی که تومپک میزن رپ میخوند معراج که آخرش میگفت تو ماشین نشسته بود میگفت تو دنبال پکیم گول آفرین که گفت اشتباه زدیم گول نمیکشن آره من تازه اولین بار دیده بودم خاطرم این چه جالب من هم همون من یادم این ترک خیلی منتشر نشده بود نمیدونم چرا ولی اسم میکنم نمیدونم چجوری بود داستانش ولی خیلی منتشر نشده بود اون روزا مثلا من داشتم هیچکی مثلا نمیدونست من میگفتن خاطره دارم بعد میگفتم مال امین خلوت نیست آجی صدا شبیشه بعد میگفتم آجی مطمئنم مال فکر کنم تو پیج امین خلوت هم حتی شیر نشده بود که واسه این مثلا اکثر رد میکردن این قضیه رو ولی خب ترک امین خلوته و فیته و اکثر فیتای امین خلوت از پیج امین خلوت پخش نمیشه معدود فیتهاش از پیج خودش پخش میشه جان. من یه خاطره میخوام بگم فکر کنم حالا به زیر پام ربطی نداره ولی به بیف های بین خیلی خوب ام جی و خلوت خیلی ربط داره یه پانچی داشت ام جی وقتی دیسپک داد به پیش رو همین خلوت برای خلوت دیسپک داد؟ آره پلا چطور اکیم؟ پیانو تایپه
یعنی زنده دارم پیانو دارم فیرستالی ترک نیست اصلا. آها بابا همونی که توش میگه هر کی با من هر کی با من بیف داشت آها هر کی با من خوابیده فرداش درد داشتاریه. آخ راست میگی راست فهمیدم راست مثل پرگار را میره یه چیز سوی مایا بود. آفرین یادمه که هنوز شاید باورتون نشه من خیلی خفم بود اونم مثلا هر چند وقت یهو این یادم میاد هر کی مثلا باز با پرگار را میره پرگار را میره درد داشتاریه اصلا این همش یادم میاد نمیدونم چرا این مونده اصلا یه جایی ذهنم هک شده انقدر که برام این پانچ خوبی بود اون موقع. اوکی چه نوشته نیست اسم ترکو ولی من یادم اومد کدومو میگی. اوکی عرضم به حضورتون که من یه خاطر دیگه دارم حقیقتا. من آره عزیزم جونم برات بگه. من خیلی مهمه آخه. آره بگو حتما بگو. من تکس فرستادم برای امیر خلوت که دیس کنه اون موقع دیس بکشو بده. اون موقع یادمه ای من یادم نمی اومد چه جالب. من اون موقع یادمه خیلی امیر خلوت رو دوست داشتم. آره. نه که الان نداشته باشم اون موقع اصلا یک سر همین خلوت گوش میدادم مثلا اینجوری فیسبوک دیگه دوران فیسبوک آفرین دوران فیسبوک بود که به اکانت امیر خلوت عزیز پیام دادم و یه تکسی براش نوشتم که همین دیگه تکس نوشتم تا همینجا بازو بستش کنیم. ببین با پرگار آره با پرگار را میره یعنی بک اون بود بک پرگار را میره و این داستان. حالا امیدوارم اگه سرم امجر عزیز ببینه ناراحت نشه ولی خب اون موقع خیلی واقعا عشق میکرم ما همین خلوت و با بچه های تن به ده مثلا صحبت میکرم اون موقع با رضا موتی فکر کنم رضا موتی و آره با چند تاشون صحبت میکرم همین خلوت هم آخر سین نزد این پیام این خلوت عزیز و فیسبوک خیلی خوب بود 5000 نفر میتونستی داشته باشی اگه اشتباه نکنم 5000 نفر میتونستن داشته باشنت. آره 5000 نفر میتونستن داشته باشنت و میتونستی به دایرکتات برسی. آره مثل اینستاگرام نبود الان مثلا 1 میلیون بنده خدا طرفدار داره و اصلا نمیرسه. آره نمیرسی کدوم جواب بدی این داستانو ولی اونجا خیلی چیز سر بود. خیلی خوب اوکی مرسی که اینجا برنامه ما همراه بودید. دم همتون گرم. خاطراتتون با این خاطر آخری سمیسید بنویسید برامون توی کامنت ها حتما 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 سابسکرایب لایک کامنت فراموش نشه. خیلی دوستتون دارید. دلتون تو قلب ماست. یا علی بس خلاص یا علی